بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و ارادت و احترام دارم خدمت جمع حاضر. سلام و صد سلام خدمت اوی ده عزیزایی که ما را از دریچه توغ میدیا فضل الله عدیل، راه رشد و جاگودا میدیا بیننده هستید. عزیزای بیننده، امروز در ولسوالی زیبای خاک افغان در منطقه غجورق قرار داریم، در سر پروژه پول دوستی. چنانچه در جریان بودید، پول دوستی از کارش از 1.5 سال قبل شروع شد. دیگه کار در اول همونطور لنگ و لنگان جریان داشت، بعدی ها یک کمی تشدید یافت و باز این دفعه دیگه انجینیر صاحب نجیر میخواد که این کار را ختم کنه با آقای اخلاصی عزیز. دیگه حال در خدمت انجینیر صاحب هستیم و گفته هایشان را میشنویم که کار در کجا رسیده و کار تا چی حد پیش رفته. انجینیر صاحب بفرمایید. سلام دوستا و بیننده خوب ما، خیرین وطندارا، وطندارایی که واقعا ما را همکاری کردن در منطقه غجورک. پول را که ما 1.5 سال به این طرف تعداد گذاری کردیم، من ساخته شد، بیمالا ساخته شد، بنابرای نبودی بودجه سقف از این مانده بود که ما تصمیم گرفتیم به خیره که سقف از این را باید بسازیم. چون شما خبر هستید وقتی که سقف پول ساخته میشه باید بودجه کافی یا بندازه مصرف باید داشته باشیم، چون نمیشه که ما سقف پول قالی بندی کنیم منتظر ازی باشیم که چی وقتا سیخ پیدا میشه و این سیخ پیدا شد چی وقتا سیمنت پیدا میشه، سیمنت پیدا شد چی وقتا کارگر پیدا میشه. ما حداقل سقف را که میخواییم در پول بندازیم یک بار باید کار شود. بنابرای مو خاطر بودجه کم بود تا اینکه بودجه آمد. امی قلم تقریبا برای دوستا بگویم که ما بخیر کار خود آغاز کردیم. تقریبا 10 تن آهن گادر با سایزهای مختلف، آهن آی، آهن ایچ، آهن یو و پلیت های مختلف با نتوبولت های مختلف خریداری شد. در حدود 10 تن آهن در منطقه رسیده که شما میبینید و این پل سر از این به صورت آی بیم ترس آهنگادر جور میشه، یعنی آی بیم توسط آی بیم ای ترس جور میشه و توسط گادرهای دیگر که ما 3 آی بیم دیگر سرده سر میکنیم، یعنی 3 گادر 14 را که در مجموع 42 میشه و این به عرض پل انداخته میشه و بالای پل توسط گادرهای آی بیم 18 و همچنان سر زور ما تصمیم گرفتیم که اگر پلیت شو و پلیت اگر نشد ما به صورت آهن کانکریت بالای پل، یعنی همون خود سلپ زیر در نظر بگیریم که زیر زو آینی چادر یا آهن بیلر انداختش میشه. خب پس ارتفاع ترس ما در حدود 1.5 متر خواد بود، ارتفاع گادرها 42 سانتی خواد بود که گادرهای ارزی. انشالله ای پل قدرت برداشت تا 70 الی 80 تن وزن داره که در آینده انشالله وقتی که ساخته میشه ما امو تصویر زیر با تمام دوستا خود روان کردیم که باید دوستای ما ببینه که این دیزاین خود ماست. ما میخواییم که با می دیزاین کارهای دیگر هم باغاز بکنیم. همچنان البته به این شکل ما تقریبا از پل آهن کانکریتی گادری یک مقدار مصرف ما پایین میاد، بنابرای نبودی بودیجه میشه که از این نو ما استفاده کنیم. کاری خوب خواهد بود که در ساعاتی که واقعا بودیجه کم بود است ما به این شکل میتونیم بسازیم و برای دوستای خود بگویم که واقعا کارهایی که در طول 2 سال در ساعات مختلف جاغوری رواج پیدا کرده، مردم پل میسازه، مردم سرک میسازه، مردم با پیسه خود، با پیسه شخصی خود، با پیسه خیرینی که از بیرون کمک میکنه، $100، $500، $200، $50
بسیار کارهای خوب انجام شده. این کارهای جاغوری باعث شده که مردم های جلال آباد، مردم های پکتیکا، لغمان هم کارها را شروع بکنه. ما تقریبا در روز پیش دعوت شده بودم از طرف برادرای پشتون جلال آباد خود که اونجا رفتیم، دیدیم واقعا اونا هم کار شروع کردن، واقعا کارش قابل تحسین هستن و اونا یک مقدار پول و کمکایی که از طرف مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه از آلمان کمک میشه، مردم خودش رضاکارانه میاد کار میکنه، صبح تا شام کار میکنه. در اونجا نتیجه پروژه‌ای که مردم روی دست گرفته واقعا بسیار مثبت بوده، مردم بی اندازه خوش هستن و او مردم همیشه یک گپ میزد که ما از شما جغرافیا بلد شدیم، یاد گرفتیم و ما میخواهیم که در این وطن در هر گوشش مردم دیگه مشکل نداشته باشد، مشکل پول نداشته باشد، مشکل سرق نداشته باشد، مشکل او نداشته باشد. به این شکل ما امروز در ساحه قریه غجورک ولسوالی خاک افغان ولایت زابل قرار داریم. در آینده بازم میخواهیم که پروژه های دیگری در ساحات زابل قرار بدیم. و یک چیز دیگر است که باز برای دوستای خود بگویم، مسجدی که در منطقه غجور خاک افغان مسجد مولوی صاحب همت الله هیبت الله است و عبدالظاهر همت، عبدالظاهر همت که تکمیل شده، آین پوش از اون تقریبا 1,15,000 افغانی یک مقدار قبلا هم بود که توسط دفتر آیت الله صالحی کابل و همچنان دفتر آیت الله محسنی کمک شد که به خیر او هم آین پوش میشه. نگه روزی باشد که این مردم جاغوری و مردم خاک افغان بیاید در اون مسجد یک نماز جمع مشترک باید بخوانه و ما امیدواریم که ساحات دیگر هم بخیر در منطقه ولسوالی خاک افغان اگر میشه پول لاغرزمیر هم بخیر تکمیل بکنیم، پول شفتل هم تکمیل شوه، همه رقم بریم طرف داره دیگر در اونجا هم کارها را داینده توسط شما خیرین شروع بکنیم و امیدواریم که این پول بخیر تا یک ماه بعد توسط فلزکاری که اینجا امروز ما داشتیم آمد سر از فردا کاراش رو میشه و همچنان دو طرفی پول ما که کپینگ از این مانده سیخ در منطقه موجوده و ریگ و سیمنت هم بخیر به زودی میاید که دو طرف از این کپینگ یعنی سر سنگکاری به صورت اساسی سیخ بندی میشه تا فشار را بیتانه که اونمو کپین یا بالشت در تمام نقاط پل یک جای انتقال بیته و سمت شمال از این که خود مردم کار کرده بود ما زیاد مطمئن نیستم، به خاطر از اون تلاش ما ایسته که اون رو باید سیخای 22 میلی در داخل سنگا مکمل دریل شود، در اونجا بسته بندی شود و توسط از او سر کپینگ یا او طرف باید خوب اساسی کار شوه که تا خدای نخواسته در آینده کدام مشکل از ناحیه سیل و از ناحیه وزن به وجود نیاید و انشالله و تعالی کار را به خیر سر از فردا اینجا شروع میشه تا یک ماه بعد ما منتظر هستیم که به خیر ای به بهره برداری سپرده شوه، در او وقت ما به خیر کارهای پیشرفت کاری خود لحظه به لحظه برای شما کسایی که ما را کمک کردن خصوصا همشیرهای ما که زیاد ما را کمک کردن گزارش خواد دادیم دیگه او وقت ختم پول به خیر اعلان میکنیم که دوستایی که از منطقه هستن میبینن البته با یک خیرات خوب و با همچنان با یک جشن این پول بهره برداریش برای تمام دوستایی که ما را کمک کرده اعلان خواهیم کرد. تشکر از تمام خیرین ما و همچنین برای دوستایی که واقعا در شورای ابن سینا در اروپا قرار دارن، برای دوستای خود اطمینان میتیم که دوستای ما در ماه سپتامبر میخواهد به کابل بیاید و آرزو داریم که اونا بیاید یک بار از پل دوستی منطقه خاک افغان دیدن کنند که ما پول می سازیم که تا بیتانک انسان ها از اینجا عبور کنند. واقعا این پول بسیار ضرورت بود و دی مردم مشکل نهایت مشکل داشت، این مردم نمیتونست به دکتر برسند، نمیتونست به مکتب برسند، نمیتونست به ولسوالی خود برند، نمیتونست به بازار برند. یعنی این پولی که ساخته میشه انشالله دیگه مشکل مردم برطرف میشه و ما مشکلات های دیگر هم در این ولسوالی داریم، واقعا مردم
صدها مشکل داره، از جمله مشکل مکتب است که شما ببینید اولادای از این مردم مکمل به سواد باقی مانده. خداوند گفته اولین گپی خداوند این بوده که درس بخوانید، اقرا باسم ربک الذی خلق. ما این در قرآن اولین کلمه ای بوده که آمده، یعنی خود خداوند امر کرده که شما درس بخوانید، تعلیم پیدا کنید، بیاموزید. پس از تمام چیز که در وقتن مهم است، این شاگردا یا این اولادا یا این طفلا چرا اینا درس نخواند، چرا اینا تعلیم نداشته باشد؟ میگه چون به علم نتوان خدا را شناخت. کس که علم نداره خدا را هم شناخته نمیتونه. علم با علم شناختن خدا خوب است. تشکر از تمام دوستان و بیننده‌های خوب ما. اگر بعضی دوستان خیرینه که ما را کمک کردن، منتظر زی بودن که کمک ما در کجا رسید، کمک شما هیچ جای هیچ وقت به جا مصرف نمیشه، در جایش مصرف میشه. صرف ما به خاطر که کمک ها به حساب به او اندازه نبود که پول ما را تکمیل کنه، ما منتظر زی بودیم که به خیر کمک ها بیاید تا ما بتوانیم سر از این تکمیل کنیم. و امروز شما میبینید که به خیر کارهای زی شروع شده و انشالله و تعالی تا یک ماه بعد دیگه کار از این تکمیل خواهد شد و او وقت ها برای شما گزارش های جدید خواهد داد. تشکر. انجینر صاحب گرامی، از استحکام پول خود دیگه کاملا مطمئن این انشالله؟ هیچ مشکلی نیست. پول به صورت ترس ها این قادر ساخته بشه که از چی از ناحیه زلزله، چی از ناحیه بار سنگین، چی از ناحیه سیلاب هیچ مشکلی نخواهد داشته باشد. برای تمام وطندارای خود را اطمینان میتم که هیچ مشکلی نخواهد پیش آمد. مثل پول آهن کانکریت گادری جور خواهد شد که هر موتر، هر وسایلی که در منطقه باشد بتونه آزادانه از اینجا عبور مرور کنه. عرضش 5 متر است و با کتاره، با تمام گپایی که برای یک پول ضرورت است، ما در نظر گرفتیم که انشالله هیچ قابل تشویش نیست. تشکر انجینر صاحب گرامی، عالی در خدمت وحید الله هستیم. وحید الله جان، چقدر خوشحال هستین امروز که دیگه تصمیم پول اینه بخیر نهایی میشه، دیگه پول جور میشه؟ بس نو مننه لتاسی دیرو 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 زکا تاسی دیرو تکلیف کرده داشت دلتا نن بیام تشریف را ولی دا و بیام دا پلو کار لخیر سر دوباره شروع کرده دل سر. نو بس خدای پاک دی تاسی تا خیر در که خدای دی تاسی تا اجر در که نو موز بلکل سخت دیر خوشحاله یو. نو بس په دې پله باندې موږ خو بې انتها ډېر خوشحاله یو، او خصوصا دا د ولسوالۍ ټول خلک یعنې په دې باندې خوشحاله دي چې په دې ساحه کې اوس دغه پل جوړیږي. نو انشاءالله دا زموږ د ډېر موږ ته سهولتونه را په برخه کوي، ځکه په ځمی په موسم کې دغه اوبه چې ډېرې راشي دغه موټر ټول په هغه طرف کې بند یې، شاجوی و غزنی و مثلا ګیلان ولسوالۍ دغه ته نه سوی تلی. نو خلک له مشکلاتو سره مخامخ وي. نو اوس انشاءالله که خدای کولی دغه پوله د اتي په سر سره رسیږي انشاءالله په دغه لنډو شپو کې، مثلا په دا یوه میاشت کې. نو موږ ډیر خوشحاله یو، خصوصا دا د منطقې خلک خوشحاله دي. دا ستاسې یو برکت و مثلا چې دغه پوله موږ ته یو ډیر غټ خدمت وکړه، او ځکه دلته زموږ مریضان جاغوري ولسوالۍ ته به موږ تلو، مثلا بابا کلینیک ته. زموږ په دې خاکي افغان په ولسوالۍ کې که درته ووایم چې بیخي یو دای سم پرمختللی کلینیک نه لرو، یو شفاخانه نه لرو. نو موږ ټول یعنی جاغوري ته ډیر دغه مریضان وړو. نو هغه د دغه پله په دغه باندې به موږ په ځمې په حساب باندې ډیر کریاب و نه به سوی تلی، مریضان به هم دلته له مشکلاتو سره مخامخ و. نو اوس چې دا پل جوړ شو موږ ته ډیر سهولت ده. نو خدای پاک دې تاسو ته خیر درکړي، او دغه ستاسو له برکته په دغه منطقه کې په دا ولسوالۍ کې اوس ټول خلک و دې ته تشویق شوي دي چې یعنې په خپله کومک سره وکوي، مثلا یو پل جوړ کړي، او خلک مثلا د خپل ماشومان و تعلیم ته وهڅوي، کوشش کوي چې مکتبونه جوړ شي، مثلا و یو کلینیک په دا ساحه کې جوړ شي. نو له ډیرو کارو څخه یې مثلا دغه اجتناب کړی ده، اوس غواړي چې دغه و یو د خیر کار ده مثلا په هره ساحه کې چې اوسي. نو بس له تاسې ډیره مننه کوو، خدای دې تاسې ته خیر درکړي. موږ ډیر خوشحاله یو،
نو او بل دا موږ ته ډیر یو نه جبرانیدونکی دغه د سیزه درته وایم چې بیخي نه جبرانیږي ځکه دلته ډیر حکومتونه تیر شو په دغه شپېته اویا و کلو کې د ازما سین خو به یې دېرش کلن یي مثلا پنځه دېرش کلن خو هېڅ یو موسسه یو حکومت موږ نه ولیدی چې موږ ته یا مکتب جوړ کړی وای یا یو پول یا یو پلچک نه زموږ یو غم وخور نه یو په موږ یو پوښتنه کړې ده په دغه باره کې نو او دغه تاسې یاسې له موږ سره مثلا دغه پول د انشاءالله د په سر سره رسېدلی دی یا رسېږي نو خدای پاک دې تاسې ته خیر درکړي نو موږ ډېر له تاسې خوشحاله یو بس خدای پاک دې تاسې ته اجر درکړي نو خدای دې وکړي چې دا ستاسې زحمتونه د الله په دربار کې قبول او منظور وګرځېږي نور څه نه لرم او له ټولو کومک کوونکو سې موږ سره یې کومک کړی ده خدای پاک دې دوی ته خیر ورکړي خدای پاک دې د دوی اولادونه خپل ټول بس ښه صحت او روغتیا ور په نصیب کړي نو بس موږ به انشاءالله دوی ته په هر لمانځه کې دغه یو دعا کوو چې خدای پاک دې د دوی ټول مردگان ورو او د دوی ښه راتلونکی ښه ولري بس موږ دغه یو په وس پرده نور څه خو نو موږ له وسه نه کېږي چې له هغو سره یې وکوو او دا یو صدقه جاریه ده چې دوی انشاءالله ثواب یې حتمن دوی ته رسېږي تشکر وحید الله جان سلامت باشي واقعا تشکر از او کسایی که د ای پول کمک کده دیگه کاکای چیز نام داره؟ عبدالنور عبدالنور کاکا دیگه روی خیلی طرف کو قصه کو چی قدر خوشحال هستی ای خوی قدر دیر ای پول دوستی خوی نه از اول است اداب گزاریش تا حالا یک کمی طول کشید دیگه حال خو مردم هم مطمئن شده که پول انشالله جور میشه و تکمیل میشه دیگه دی باره قصه کو چی قدر خوشحال هستی امروز؟ ما د ی باره می قص خوشحال هستم که خوب نازنده بچه کس زوب کده شه او دوسیه ډاکټر امیتر میگه کی فوت کده ی مرده یا گوار که بلند میشه اما مادر پدر چی قص خوشحال میشه بله. امی قص خوشحال هستی خوب از زمزی مردم خوشحال هستی امزی شما خوشحال هستی امزی پلوان شریق خوشحال هستی دمی کار که مقصد مردم کار خیری منه امی پول جور میشه از یه همو قصه قدر خوشحال هستی که مثلا آدم از آل زوب از آل مردن که یک دفعه چی مخوامی تو روشن منه از اینه میشه مادر پدر چی قصه خوشحال میشه بله کریباش چی قصه خوشحال میشه برادر چی قصه خوشحال میشه خوار و مادر چی قصه خوشحال میشه مهمو قدر خوشحال هستی که یک آدم در آل مرگ باشه مرده باشه با زنده شنه همی قصه خوشحال هستی مو قدر دعا منی در شما هم دعا مونی خدا می کار بخیر برسنه دیگه انشالله پرایا پرایا اتورم نیه دمی جور میشه انشالله توکل به خدا همی طوری از ما همی طورایا ما همو خوش خوشحال هستی دعا دیگه شما کس اولا مسافرین و خیرین کسایی که کمک کده کسایی که واقعا در اینجا پیسه روان کده اولا اونا مستحق دعا است باید اونا رو دعا کنین یکی دوما انجینر صاحب دعا کنین که انجینر صاحب هم زحمت کشیده آمده در روز اول این پول نقشه کده باز زیادتر آقای اخلاصی صاحب اخلاصی عزیز واقعا اینجا زحمت کشیده دیگه ایتر است عبدالنور کاکا که تا که ما و شما تا که ملت افغانستان خودش غم خود نخوره دیگه مردم های دیگه خو آمد ولی 20 سال 20 چند سال اینجا بود ولی هیچ کسی غم ما و شما رو نخورد باید ما و شما دست به دست هم بدیم از این پاس خود ما غم خود بخوریم دیگه این برای ما تجربه شد که دیگه کس غم ما رو نمیخوره تا که خود غم خود نخوریم همون ترست هم اصد که مثلا غمی از ما شما را همون مردم بخوره اول خدا بخره غمی از ما شما را دویم همون مسافر که همون جاستا وقت در بار خیر بیده که کمک منه مخصوص همی کمک در او دنیا بدر چی بخره در این دنیا بدر چی بخره از او قدر ما خوشحال هستی خیلی زیاد خوشحال هستی مقصد ما در واقع هر وقت دعا منی که وار خدا خیر بیده و خدا بچهش خیر بیده خدا امر چیز درست کنه خدا در خانهش مشکلات نیره که مقصد انجینر صاحب تون خدا خیر بیده خدا انجینر صاحب از روی ما نگره که دیگه جایم پول جور کنه دیگه جایم جور کنه دیگه جایم جور کنه در قسمت از این که امروز امی استاکار یا کسی که امو مستری آمد که پول بسته‌بندیش انجینر صاحب بر از او دستور داد امی مردم محل شما حاضر هستین که قد از او رضاکارانه کار کنین دیگه آره ما رضادانه کار میکنیم
موږ خوشاله یو بس خدای پاک ته انجینر صاحب ته اخلاصي صاحب ته او ټولو ته خیر ورکړي او له استاد سره به موږ اتمن کومک کوو ځکه دا زموږ پل د یعنی د موږ په وسا کېږو چې دی راځي دلته یو خدمت کوي موږ خو بې اتمي ورسره کوو نو انشاءالله موږ یې ټول په خدمت کې یو چې هر څه د ده امر یې موږ به اجرا کوو که خدای کولی سلامت باشید تشکر انشاءالله تا 20 روز 25 روز الا یک ماه دیگه انشاءالله این پول تکمیل شنه و ما و شما هم در زیر زمین درخت ها همی افتتاح بهره‌برداری از این پول جشن بگیرید دیگه تشکر از اینکه جمع شدین اینجا تشکر از او کسایی که کمک روان کرده تشکر از انجینر صاحب که همدر نقشک ده و برادر پول رو برادر میسازه دیگه تشکر از اخلاصی صاحب کیره همرسانی کده سلامت و پیروز باشین دیگه کل لگیشیم دای پاکتی طولو تا خیر ورکی مر لطولو مننه کوو بی اول خصوصا نتاسو زکا داغ ابتدا دا کار تاسی شروع کلیده نو انشالله پا خاتمه دا کار که با انشالله مش پا داغ ساحه که د ولسوالی په سطح باندې ټول خلک راغواړو ان شاء الله دلته به یو خیرات کوو او دغه خلکو چې له موږ سره کومک کړی د دغو مردگانو ته به یو ختم کوو نو خدای پاک دې غو ټولو ته ثوابونه ور ورسوي دا موږ ان شاء الله اراده ده او قسم کړی ده نو دا یو ډیر غټ خدمت موږ ته کړی د اول تاسو بیا غو خلکو یعنی دا نه جبرانېدونکی ده دا په کلماتو که زه درته وایم دا نه جبرانېږي نو بس خدای پاک دې تاسو ټولو ته اجر درکړي بس مننه له تاسې نور څه نه لرم السلام علیکم